آقا ولش کن، این پلی آمیده بله عامل آمیدی داره، پلی آمیده درست درسته درسته، پلیمر مربوط زیست تخریب پذیره، اصلا این کولاره. حالا ولش کن، اصولا پلی استرا پلی آمیدا اصولا جز زیست تخریب پذیرا محسوب نمیشن. ببین تخریب میشن ها، ولی حالا کوتا بشن، زیست تخریب پذیر نیستن. اینو کنکورم داده بود، پس این غلطه. فرمول پلیمر 3-17 1 کربن 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا 10 تا 11 تا 12 تا 13 تا 14 همین الان کربنت غلطه، چهاری داده. معمولا یه طراح خفن هیدروژنا رو دوچار مشکل میگه، اما اول کربن رو غلط داده. هر دو ماده سازندش آروماتیک هست. صبر کن صبر کن تا اینجا ببریم. حلقه بنزن به عامل CO OH اضافه میکنیم میشه اسیدت آروماتیکه. بله آمینت هم حلقه بنزن داره آروماتیکه. او یا او یا Thank you in the name of God. وای چقدر تو رو دوست دارم. سوال کنکور سراسری. ایول 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 بچه ها اینو بذارید یه کیفی بکنید. تو رو خدا یاد گرفتید یاد گرفتید. اگر فرمول شیمیایی کولار این باشه، تفاوت جرم آمین و اسید بکار رفتش چیه؟ یا علی یا علی ماشاءالله به گلا. اگر با من کاری داشتید و اشکالی داشتید میتونید استثناءً روز چهارشنبه بعد از ظهر ساعت حدودای 8 شب به بعد با من یه درقت دایرکت بدید. حالا البته تو خود اینستای من برید یه آقایی هست به نام مهندس حسینی نقره اولمپیاده، ایشون هم رفع اشکال شما رو انجام میده، خیالتون راحت باشه. خود من معمولا یه تایمای اعلام میکنم، حالا چهارشنبه 8 شب به بعد فکر کنم بتونم خدمتگزار شما باشم برای رفع اشکالتون. در فرمول شیمیای کولار به این شکل، تفاوت جرم دی آمین و دی اسید به کار رفته چند گرمه؟ سوال کنکور سراسری بوده. یالا خب بزنین این بچه ها چند زدن. بسم الله الرحمن الرحیم. 1 2 3 بفرست. یاله 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 یاله. خب خب باریکالله باریکالله
باریکالله خوبه. 60% دو زدن، 60% دو زدن. ببینیم درسته؟ منو ببین، منو ببین، منو خوب ببین. خب خب یه لحظه رضا، هزار بار گفتی تا اینجا میشه اسید، اینجا به بعد میشه آمین. به اسیدا اوهاش اضافه میکنی، به آمینا هاش اضافه میکنی، به از هزار بار گفتم دیگه، خسته شدم بچه ها، هزار بار گفتم به اسیدا مبی خوب میشه، حالا میای کلاس خوب میشه، اشکال نره مهراد جان، اشکال نره عزیزم. حال فعلا شما سال 11 هم این هنوز کنکوری نخوندید؟